بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اشکم چکت هر نیمیشم بر صفحه قرآن من گویا که آتش میزند هر آیش بر جان من. قرآن مگو دریاست این، دریای ناپیداست این، تا جاودان بر جاست این، هر آیش برهان من. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قبل ذكي در موضوع تفضيل انبياء عليهم الصلاه والسلام، يعني برتري بعض انبياء بالاي بعض، صحبت بكنيم به ارتباط درس گذشته ما. به ارتباط درس گذشته ما باید چیزی گپارا ما بگوییم که در اونجا ما و شما یکی از جمله مسائلی که خیلی زیاد چی بود، مهم بود، مسئله عدم تفریق بود در بین چی؟ انبیاء علیهم الصلاه و السلام، که ما در ایمان آوردن بالای تمام انبیاء علیهم الصلاه و السلام عقیده داریم و هیچ فرقی را در بین انبیاء علیهم السلام آوردن نمیتاریم. علتش هم ایسته که تمام انبیاء علیهم السلام در حقیقت از جانب یک الله آمده و کلشان حامل یک رسالت است. در اصول دین، در عقاید هیچ تفاوتی وجود نداره و این را ما و شما به آیت ثابت کردیم. البته باید به کل انبیاء علیهم السلام ایمان داشته باشیم. این یک موضوع خیلی مهم بوده و بدون از او ایمان انسان تکمیل نمیشه. علتش هم ای بوده که ایمان بالای انبیاء علیهم السلام مکمل ایمان است. تا وقتی که ما به کل انبیاء علیهم السلام ایمان نبیاریم، ایمان ما تکمیل نمیشه. از او جمله دلایلی که ما گفته بودیم که بعد انبیاء علیهم السلام سر کلش ما ایمان داشته باشیم، آیات قرآن کریم بود. در سوره نساء آیه 150 الله متعال فرموده بود ان الذين يكفرون بالله ورسوله، یقینا کسانی که کفر میورزن به الله متعال، انکار میکنه از وحدانیت الله متعال و انبیاء علیهم الصلاه والسلام، و یریدون یفرق بین الله و رسوله، اراده دارن که جدایی بیارن در بین الله و انبیای الله متعال، پیغمبران الله متعال، و یقولون میگوین نؤمن ببعض و نکفر ببعض، ما ایمان به بعضی داریم و از بعضی نعوذ بالله انکار میکنیم، و یریدون یتخذوا بین ذلک سبیلا، اراده دارن که بگیرن در بین یزی راه را برای خود انتخاب بکنه، اولئک هم الکافرون حقا، الله متعال این مردما را کافر واقعی تلقی کرده بود. از امو خاطر کسانی که دو مسئله، دو موضوع را روی کار داره، الله متعال به او کافر حقی گفته. یکی که فرق در بین الله و رسول الله میکنه، الله را قبول داره، انبیاء علیهم السلام قبول نداره، او را الله متعال کافر حقی میگه. و همچنان در بین انبیا اگر تفرقه میکنه، بعضی انبیا علیهم السلام قبول داره و بعضی را نداره، او را الله متعال کافر حقیقی گفته. علتش هم پیش ما و شما گفتیم که در حقیقت انکار از یک پیغمبر، انکار از کل انبیا علیهم السلام است.
و انکار از خود انبیاء علیه السلام، گفته بودیم انکار از عبودیت الله متعال است که تو خود عبد الله نمیدانی، به خاطر که عبادت الله متعال طریقیش پیغمبر میگه. زمانی که انکار از پیغمبر بکنی، پس انکار از عبادت الله است، چرا که ادای عبادت الله بدون تشریع و نقشه پیغمبر تکمیل نمیشه. از امو خاطر کسی که از پیغمبر منکر است، در حقیقت عبادت الله را انکار میکنه، و کسی که از عبادت الله منکر باشه، او کافر حقیقی است. در این آیت ها بر ما و شما الله متعال ای گپ واضح ساخت که ایمان به تمام انبیاء علیهم السلام ضروری است، و به مو خاطر مدح کرده بود پیغمبر علیه السلام و صحابه کرام و همه مؤمنانی که تا روز قیامت است که عقیده به الله و کل انبیاء علیهم السلام داره. در آخر آیت سوره بقره، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله. الله متعال صفت ممتاز پیغمبر علیه السلام و صحابه را بمی میکنه که همه ایمان به الله و به پیغمبران الله، به کتابای الله و به ملائک ایمان دارند. از این خاطر فرق در بین از وجود نداره، تنها فرق در جنبی عملی احکام الله متعال است، که جنبی عملی احکام الله متعال در یک تاریخ یک قسم است، در تاریخ دیگه دیگه قسم است. پس اینجا است که اختلاف مکمل از بین میره و امت انسانی کلش یک جماعت جور میشه، برخلاف دیدگاه هایی که یهود و نصارا دارن، که حتی یهود خواه اینطور دیدگاهی داره که میگه در بشریت فقط ممتازترین بشر ماستیم. از امو خاطر یهودا هیچ جای دعوت نداره که مردم بیار دعوت بده به سوی یهودیت. چرا؟ وا یک نسل خاص خود تلقی میکنه، یک درجه خیلی بلند برای خود قائل هستن، کسی را نمیخواه که در یهودیت بیا. چرا؟ یهودیت وا یک صفت ممتاز در بین بشریت میدانه، برخلاف نصارا. نصارا دعوت ها داره، تمام دعوت های کفری و الحادی را که شما در جهان میبینی کلش دعوت های تنصیری است، یعنی نصرانی ساختن، دعوت به سوی نصرانیت است، نه به سوی یهودیت. یهود او قدر خدا بالا میتراشه، اما نصرانی ها هم نظر به عقیده که داره که تنها عیسی علیه السلام مشکل همه گپا را حل میکنه و او است که سعادت و نیکبختی را برای بشریت میاره، این عقیدهشان غلط است. بلکه مرتبه عیسی علیه السلام در مرتبه الوهیت رسانده، صفات را برای عیسی علیه السلام قائل شدن که او صفات الله متعال است، برخلاف دین اسلام. دین اسلام کلی انبیاء علیهم السلام در یک رشته قرار میده، در نفس نبوت رسالتشان اجنه و تبعیز قائل نیست، من حیث یزی که پیغمبر و نبی هست از جانب الله متعال کلگی ایمان و عقیده داره. بله، تفاضل در بین انبیاء علیه السلام وجود داره که الله متعال خود این گپ بر ما و شما بیان میکنه. او کدام است؟ در جز سیوم، تلک الرسول فضلنا، یعنی آیاتی که ما پیشتر براتون گفتم که او را ما میکشیم، در اونجا الله متعال می فرما که در بین از یا تفاضل وجود داره. و اوجه پیغمبر علیه السلام از تفضیل دادن یک پیغمبر بالای دیگه منع کرده. چرا؟ آیا فرق تبعیض در چی وجود داره؟ نه، قطعا وجود نداره. حالی برای ما واضح میشه که ما تفاضل در بین انبیاء علیه السلام است. در این آیتی که در سوره بقره است و آیه 253 است، الله متعال می فرما تلک الرسول فضلنا بعضهم، یا انبیاء علیهم السلام هستند که ما برتری دادیم بعضی از یارا علی بعضی منهم بالای بعضی دیگرایشان. منهم من کلم الله، بعضی از یا کسانی است که الله قطعش سخن گفته، مثل موسی علیه السلام، و رفع بعضهم درجات، و بالا برده الله متعال به بعضیشان مرتبه ها را، که کنایه از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و در بین انبیاء علیهم السلام کدام انبیایی که اولو العزم نامیده میشه و که او پنج پیغمبر است، نظر به قول راجح و از ابی هریره رضی الله عنه نقل شده، او یکیش ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام مشهور هستند، و محمد رسول الله و نوح علیه السلام است. یک حدیث دیگه، لا تفضلوا بین انبیاء الله، شما برتری قائل نشوین، تفاوت قائل نشوی در بین انبیاء یا الله متعال. در یک حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام میگه لا تخیرونی علی موسی، سری موسی علیه السلام مرا شما برتری نده، یکی از شما نگویه که مرا ترجیح بده بهتر بدانه از یونس ابن متا، که یکی از جمله انبیاء علیه السلام است، در عراق برای دعوت مردم آمده بود.
که او را به نام صاحب الحوت هم یاد میکنه که وقتی قوم خدا گفت که عذاب الله میایه اگر شما دعوت ما را نپذیره، روزا را مقرر کرد، ولی او قوم برآمد بعد از اینکه فهمیدن که یونس علیه السلام منطقه را ترک کرده، راستی و امانت یوسف علیه یونس علیه السلام برشان معلوم بود، فهمیدن که عذاب الله بالای ما میایه. کدام نشانه که یونس علیه السلام گفته بود او را هم در آسمان مشاهده کردند، دیستی در دشت و بیابان برآمدن، اظهار عاجزی و برای الله کردن و توبه کردن. الله متعال عذاب پس مسترد کرد. یونس علیه السلام فکر کرد که البته عذاب الله نامد و ما دروغگو شدم. جزای دروغگو به نزد قومی بود که دیگه زنده باقی نمی ماندن. از همون خاطر در فکر خودشی ترگشت که رای دعوت ما دیگه بسته شد. مگر پس در قوم برم اگر زنده هم بمانه ما دعوت کرده نمیتونم، چرا که مشهور به دروغگو میشم. از او خاطر راه چی رگه فرار گرفت. از منطقه میخواست بدون امر الله پیغمبر هجرت بکنه. هیچ وقت پیغمبر باید بدون امر الله هجرت نکنه. امو بود که الله متعال به امتحان بزرگ مبتلا کرد و در شکم ماهی که کشتی غرق میشد، کشتیوان گفت که یک نفری ما که خود کم نکنیم این کشتی غرق میشه. و یکی کدام رواج داشتن که باید یک نفر توفه بده که انشالله در داستانای آینده بخیر برامو شما میفهمیم که چه حکمت ها بوده. پس پیغمبر علیه الصلاه و السلام در اینجا میگه که مرا شما برتری قائل نشوی بالای یونس ابن متا. پیغمبر علیه السلام چرا گفته ایره؟ محدثین کرام راه های مختلف یا جواب های مختلف بر ازی داره. او طرف قرآن میگه که فضیلت و برتری در بین انبیاء علیه السلام وجود داره تفاوت، و اینجا پیغمبر میگه نه، ایره تواضعا گفته، یعنی از روی تواضع و فروتری. پیغمبر علیه السلام گفت که خدا پایین در مرتبه پایین شمار کرد، با وصفی که در اصل حقیقت پیغمبر علیه السلام مرتبهش از یونس علیه السلام بالاتر است. یک جواب است. دوم جواب است که نه، مرا طوری برتری قائل نشوی که سبب تحقیر یونس علیه السلام شوه و یونس علیه السلام در نظر مردم سبک معلوم شوه. برتری دو قسم بیان میشه از یک کسی. یکی صفتی از او را بیان میکنی که اینی قدر برتبه داره، و یکی اطور برتری قائل میشی که سبب توهین دیگر میشه، دیگر کس میشه. اگر یک به طور صفت برای کسی برتری را بیان میکنی هیچ کدام گپی نیست، اما زمانی که در مقابل دیگر کس قرار میدی که سبب توهین دیگر کس میشه اینی درست نیست. منظوری پیغمبر علیه السلام اینی قسم بیان کردن است که شما اینطور نکنی که مثل که یک کسی را به برتری بیان کردن ما سبب توهین دیگر را شوه، اینی قسم برتری را بر ما قائل نشوی. دو سیوم بعضی مفسرین و محدثین قائل بایسته که این در ابتدا چون معلومات نبود که تفاوت در بین انبیاء علیه السلام موجود است یا نیست، در او وقت پیغمبر علیه السلام گفته بود، اما پسان توسط آیت قرآن تفاوت یا تفاضل در بین انبیاء علیه السلام پیدا شده. این دیگه جواب گفته. دیگه جواب ایسته که پیغمبر علیه السلام گفته که مرا برتری نده بالای یونس ابن متا، یا گفته که شما مرا چیستا بهتر ندانه از این گپ. این مقصدش این نیست که در بین از یا برتری نیست، مقصدش است که شما برای فخر و برای خود ستایی و کلانتراشی خود این گپا را نگویی که شما در یک مجلس بشینی مثل که آلی در بین مردم هر کس امو برای فخر خود یکی از جمله صفت هایی که در پدرها و در نیاکانشان موجود باشه امو را یاد کده می روه، و این سبب نزاع و کشمکش در بین میشه، سبب چی؟ اختلاف میشه. این طور کار شما نکنه. پس معلوم شد که انبیاء علیه السلام در بین خود تفاوت داره و این تفاوت ها بالکل موجود است. چرا؟ به خاطر که در بین انبیاء علیه السلام پیغمبران اولوالعزم که پنج پیغمبر است مرتبهش بالاتر است. این اولوالعزم پیغمبران چرا مرتبهش بالاتر است؟ علتش ایست که در راه دعوت تکالیف و مشقت از یا خیلی زیاد بوده. از امو خاطر هر قدر مشقت های از یا زیاد بوده امو قدر در راه دعوت خیلی تکلیف متحمل شده، دعوتش اضافه بوده، امو قدر مرتبهش هم الله متعال بالا برده. پس معلوم شد که انبیاء علیهم السلام به اعتبار مرتبه در بینشان تفاوت وجود داره، اما انسان طور بیان نمیکنه تفاوت یا فضیلت یک پیغمبره که سبب توهین و تحقیر پیغمبر دیگری شوه، بلکه عقیده داره که بله مراتب در بین انبیاء علیهم السلام قرار داره. بعضی انبیاء علیهم السلام بالاست، ولی هیچگاه پیغمبر دیگه به نام نسبت حقارت یا سبکی برش شده نمیتونه. از همون خاطر این موضوع ما ان شاء الله در سر میرسه. عالی گپی ما میرسه
موضوع دیگری که ما دنبال میکنیم امروز ای به خاطر تعداد انبیاء علیه الصلاة و السلام است که انبیاء علیه الصلاة و السلام تعدادشان چقدر است و ما چقدر پیغمبران الله متعال برای بشریت روان کرده. از امو خاطر مطلب دیگر که ما شما دنبال میکنیم امروز امیسته. خب با وصفی که حکمت الله تقاضای روان کردن پیغمبران برای تمام بشریت تقاضا کرده، علتش ایسته که هیچگاه الله متعال کسی را عذاب بدون تمامیت حجت نمیده. تا که حجت تمام نشوه الله متعال کسی را عذاب نمیده. دیگه الله متعال برای هر طایفه پیغمبر روان کرده بجز از رسول الله صلی الله علیه و سلم که برای تمام بشریت الله متعال به حیث پیغمبر روان کرد. دیگه انبیاء علیهم السلام این خصوصیت یا این امتیاز نداشته، بلکه هر پیغمبر برای قوم خودش وظیفه برش داده شده بود، رسالت برش داده شده بود که احکام الله متعال برش برسانه. الله متعال در سوره اسراء آیه 15 میفرماید وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما نیستیم عذاب دادنی تا وقتی که ما پیغمبران روان نکنیم برای مردم. تمامیت حجت الله به می میشه که برای انسانها برای راهیابی از وا انبیاء علیهم السلام روان بکنه، مردم راه جنت و دوزخ برشان تعریف کنه، نقشه بده که اینی راه جنت و اینی راه دوزخ است. از تمام او اموری که توسط عقل و حواس ما درک شده نمیتونست که موضوع آخرت است، اگر پول صراط است، اگر جنت و دوزخ است، اگر عذاب قبر و نعمت قبر است، کل یزیر انبیاء علیهم السلام برای بندگان الله متعال بیان میکنه، واضح میسازه. همچنان در آیت دیگه الله متعال میفرماید که سوره فاطر آیت 24 است، الله میفرماید و ام من امت الا خلا فیها نذیر، نیست یک جماعت یک امت یا گروه مگر در او اتمن بیم دهنده تیر شده. یعنی الله متعال برای ازی که از عذاب الله که در آینده دامنگیریشان است در صورت مخالفت ازی مردم خبر و آگاه بسازه، بخاطر که حجت تمام شوه، مردم سبا روز نگوه که یا الله متعال ما ازی حالات خبر نبودیم، آگاهی نداشتیم. از امو خاطر است که انبیاء علیهم السلام دو صفت ممتاز همیشه داره، یکی بشیر است، یعنی به اون نعمتایی که در صورت کسی دعوت پیغمبران را بپذیره اون نعمتا را بر ما تشریح و توضیح میده، و همچنان دیگه صفت نظارت است که به کمال دلسوزی از عذاب الله مردم میترسانه. آلی تعداد انبیاء علیهم السلام چقدر است؟ یک حدیث است که ابی ذر رضی الله عنه نقل میکنه، حدیث مسند احمد رحمه الله است. شیخ البانی رحمه الله در سلسله صحیحه او را صحیح گفته. چرا؟ به خاطری که یک عدد پیغمبر چیست رسول است او خو بالکل صحیح لذاتی است، شیخ البانی رحمه الله میگه، اما عدد انبیاء او را میگه که صحیح لغیره است، خودش صحیح نیست، لیکن از جهت زیاد آمدن سندای مختلف یعنی توسط حدیث متابعه ای را میگه که امی قسم حدیث در دیگه سندان بیایه، میگه صحیح لغیره گشته. ابی ذر رضی الله عنه از پیغمبر علیه السلام سوال میکنه یا رسول الله کمل مرسلین مرسلون، پیغمبران یعنی او کسایی که رسول هستن، پیش ما و شما گفته بودیم که در بین رسول و نبی فرقی وجود داره، راجح ترین فرق ایسته که رسول امور میگه که شریعت جدید برش بیاید و مامور به تبلیغ و رساندنش به بندگان الله باشه، اما نبی او پیغمبر میگه که او مامور به رساندن دعوت شریعتی که قبلا موجود بوده او را برسانه، مثل انبیاء بنی اسرائیل که تنها تورات تبلیغ میکردن. اگرچه یک قول دیگه ای بود که نه، نبی او کسی میگه که فقط به اصلاح فرد خود آمده باشه، مکلف به اصلاح دیگران نباشه، مکلف نیست اگر دعوت میده بده، و رسول او را میگه که به اصلاح دیگران مکلف شده باشه. اما این قول مرجوح بود. چرا؟ به خاطر که فرق در بین نبی و رسول در مسئله تبلیغ است، که اطمان تبلیغ در هر پیغمبر وجود داره، تنها گپ در ایسته که آیا به شریعت جدید تبلیغ میکنه یا شریعتی که از پیغمبر سابق برش گذاشته شده از او تبلیغ میکنه. اگر از شریعت جدید تبلیغ میکنه او به نام رسول یاد میشه، اگر به شریعت سابق تبلیغ میکنه او به نام نبی یاد میشه. آلی وقتی از پیغمبر علیه السلام ابی ذر رضی الله عنه سوال میکنه که مرسلون چقدر است، یعنی او انبیایی که شریعت جدید آمده، پیغمبر علیه السلام میگه 319 جمعا غفیرا، 300 چیزی بالا 10
یعنی یک جماعت بزرگ است، چیزی بالا ده 300. در روایت آمده که 15 یعنی 315 پیغمبر است. در روایتی که ابی امامه رضی الله عنه از ابو ذر رضی الله عنه نقل میکنه، اونجا ابی ذر رضی الله عنه میگه که من از پیغمبر سوال کردم که چقدر از پوره شمار انبیاء علیه السلام، کم وفاء عده الانبیاء؟ قال 124000. یک لکو 24000 است. اگرچه این روایت ده ابن حبان آورده لیکن علما او را ضعیف گفته، لیکن شیخ البانی رحمه الله چون سندای از راه‌های متنوع آمده این را صحیح لغیرهی گفته. باز اونجا پیغمبر علیه السلام گفته که الرسول من ذالک، وای که رسول است از این تعداد 315 و 315 است، جمعا غفیرا یک جماعت چیست خوب بزرگ است. آلی وقتی که پیغمبر علیه السلام را بیان کرد، انبیاء علیه السلام وجود داره که الله متعال بالای ما و شما او را قصیش نکرده، یعنی برای ما و شما کدام انبیاء علیه السلامی که در قرآن قصه شده او برای ما واضح است، لیکن انبیاء ما داریم که نامایشان الله متعال در قرآن کریم ذکر نکرده. از امو خاطر است که قرآن سریزی تصریح داره در سوره نساء آیه 164 الله متعال بفرمه و رسولا قد قصصناهم علیک، پیغمبرانی هستند که ما روان کردیم پیغمبرانی را که بیان یا قصه و داستانش بالای تو کردیم، من قبل و پیش ازی و رسولا ایتور انبیاء علیه السلام روان کردیم، لم نقصصهم علیک که قصه از واره یا داستان از واره بالای تو بیان نکردیم. در جای دیگر سوره غافر آیه 78 الله می فرمه ولقد ارسلنا رسولا من قبلك، ما فرستادیم انبیاء علیه السلام پیش از تو، منهم من قصصنا، بعضی از یارا کسانی بود که ما داستانش بالای تو بیان کردیم علیک، و منهم من لم نقصص علیک، بعضی انبیاء علیهم الصلاه و السلام هستند که ما بیان نکردیم. پس آلی الله متعال وقتی که کدام انبیاء علیهم السلام نامایش در کتاب خود بر ما خبر داده، قطعا بر ما جایز نیست که او را تکذیب بکنیم و از اون عذ بلا انکار بکنیم، بلکه کدام انبیاء علیهم السلام که نامایشان در قرآن کریم بر ما ذکر کرده یکی اکثر شعقیده داشته باشیم. انبیایی که تعدادشان در قرآن کریم بر ما نام گرفته شده ذکر شده 25 پیغمبر است و اید مختلف صورتها الله متعال نامهای پیغمبرها را گفته، آدم علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام، ذلکفل و محمد صلی الله علیه و سلم، که هر کدام الله متعال در قرآن کریم جدا جدا ذکر کرده. در سوره آل عمران آیه 33 الله یاد آدم علیه السلام میکنه، ان الله اصطفى آدم، الله برگزید آدم علیه السلام. و در سوره هود و الى عاد اخاهم هودا، و همچنان در سوره هود او آیت 50 است، در آیت 61ش و الى ثمود اخاهم صالح است، و در آیت 84ش و الى مدین اخاهم شعیب است، یوم در سوره هود است. در دیگه و اسماعیل و ادریس و ذلکفل و ذلکفل کل من الصابرین در سوره انبیاء آیت 85، محمد رسول الله در سوره فتح آیت 29. پس اینمی انبیاء علیه السلام در مواقع مختلف نامش الله متعال برده، و 18 پیغمبر دیگر در یک آیت که او در سوره انعام است الله متعال بر ما و شما ذکر میکنه. سوره انعام آیت 83 تا 86 الله متعال برای ما میفرمه که ایرا 18 پیغمبر است. الله میفرمه و تلک حجتنا، اینمی دلیل یا استدلال ماست، آتیناها ابراهیم، که ما دادیم به ابراهیم علیه السلام. طرز استدلال یا دلیلگیری ابراهیم علیه السلام ممتاز بوده، زمانی که مناظره میکرد، اگر با پدر خود مناظره کرد، اگر با نمرود مناظره کرد، اگر با قوم مناظره کرد، در طریق مناظره الله متعال قوت خیلی مؤثره برای ابراهیم علیه السلام داده بود، دلایلی را پیش میکرد که کلگی قناعت میکرد و حیران میماند، نمیتوانست که پیش بره امرای ابراهیم علیه السلام برای احقاق حق، ثابت کردن حق. مناظره ای ثابت است در قرآن کریم هم، و مناظره امیر میگه که هر کدام نظر بکنه در دلیل جانب دیگه، اگر او حق باشه او را بپذیره. ابراهیم علیه السلام الله بسیار قوت استدلال داده بود، علا قومه بالای قومش، نرفع درجات من نشو، الله میگه ماستین که بعضی درجه های بعضی را بالا میکنیم. این ربک حکیم علیم، پروردگار تو حکمت والاست، هیچ کار را بدون حکمت نمیکنه.
پس ابراهیم علیه السلام که کدام قوی استدلالی داده در مقابل پدر خود، پادشاه و قوم خود دلیل میگیره، دیام حکمت بزرگ الله است. علی میدانه که همی قابلیت و اهلیت کی داره، از امو خاطر به هر کس الله متعال این قوت استدلال نمیده، برای کسی میده که اهلیت داشته باشه مثل ابراهیم علیه السلام. در اینجا ابراهیم علیه السلام ذکر شد، پس از او پیغمبرانی که پشت سر ابراهیم علیه السلام میه او را ذکر میکنه، و وهبنا له اسحاق، ما بخشش کردیم برای ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام، و یعقوب یعقوب علیه السلام، کلا هدینا، هر کدام از یار ما هدایت کرده بودیم. بعد از او میگه و نوحا هدینا، ما هدایت کردیم نوح علیه السلام من قبل و پیش از ابراهیم علیه السلام، و من ذریته، و از جمله اولاد ابراهیم علیه السلام داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام و ایوب علیه السلام و یوسف علیه السلام و موسی علیه السلام و هارون، و کذالک نجزی المحسنین. اینمی قسم ما تمام کسایی که محسن است، پابندی حقوق الله و مخلوق الله را داره، به توحید الله استوار است، کل گیر ما پاداش میدیم. بعد از میگه و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، کل من الصالحین، هر کدام از یا از اعلی لنبر نیکوکارا بودن. بعد از میگه و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن، و کلن فضلنا علی العالمین، هر کدام از یار برتری بالای مخلوقات دیگه داده بودیم. هر پیغمبر مرتبه بالا از نفرای عادی بشریت داره، از امو خاطر اینی صفت الله برای از یار داده. ای 18 پیغمبر شد، و اونجا 7 پیغمبر دیگر قبلا ما شما بیان کردیم، ای 25 پیغمبر شد که در قرآن کریم برای ما ذکر است. الله متعال صراحتا نسبت وحی را برای ازیا کرده، برتری ازیار الله بیان کرده، هیچ کس انکار کرده نمیتونه که بگویم ما این پیغمبر را قبول نداریم. از جمله پیغمبرانی که الله متعال برای ما ذکر میکنه، 4 پیغمبرش از عرب است، یعنی که در حدیث ذکرش آمده، در پیغمبر دمی حدیث ابی ذر رضی الله عنه که آمده، پیغمبر علیه السلام گفته که 4 پیغمبرش چیست؟ عرب است. از او جمله هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، و بعد از او برش گفته و نبیوک یا ابا ذر. یکی از جمله پیغمبرانی که عرب است، پیغمبری توست که محمد رسول الله صلی الله علیه السلام است. از امو خاطر ای 4 پیغمبر از جمله چی شد؟ در جمله پیغمبرا که در آیات قرآن کریم یه اثبات است، اثبات اولادی یعقوب علیه السلام است. در او جمله اولادش تنها یوسف علیه السلام قرآن ذکر کرده، اما نامای دیگر نگرفته برای ما. پس معلوم شد که در جمله اثبات اولادی یعقوب علیه السلام پیغمبران دیگه هم بوده، و نامایش قرآن کریم برای ما ذکر نکرده. از او خاطر اکثر علما قائل بایسته که عدد یا شمارشان 11 بوده که در اولاد یعقوب علیه السلام بوده. تنهایی قدر است که امو اولادایی که برادرای یوسف علیه السلام بود امو باشه، در موردی از او علما مفسرین قائل بایسته که وا پیغمبر شده نمیتونه، چرا که پیغمبران علیه السلام از گناه معصوم است، که بحث علایده ما در این مورد ما شما داریم، معصومیت انبیاء علیه السلام و بحث خیلی مهم است. اونجا او برادرای یوسف علیه السلام بسیار کارا را مرتکب شده، از او خاطر ای کسانی است. خدا قرآن کریم کلمه اثبات ذکر میشه، شده میتونه اولاد به ذات یا بلا واسطه یعقوب علیه السلام باشه، یعنی که در جمله نواسه و کواسه و ای گپا ذکر شده باشه، چرا که الله متعال در سوره بقره می فرمه قول و آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، بعد از او میگه ول اثبات، شما ایمان به ای کسا بیاری و ایمان به اثبات ام آمده. در جای دیگه هم تقولون این ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسبات کانو هودن و نسوارا، شما میگی که و یهود و نسوارا بودن. اونجا الله باز میگه که رد میکنه، عجیب است، یهودیت و نصرانیت در تاریخ فعلی پیدا شده، و باز میگیری پیغمبران سابقه را در حزب خود معرفی میکنی که در حزب ما بوده، و خب پیش تیر شده، حزب شما وجود نداشت، یهودیت و نصرانیت ایج وجود نداشت که چیسته و بودن. آلی در بین انبیاء علیه السلام پیغمبرانی که توسط حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما و شما معرفی شده، یکی از او جمله شیس علیه السلام است. ابن کثیر رحمه الله می فرمه که این نبی بود، به نص حدیثی که ابن حبان رحمه الله در صحیح خود روایت کرده از ابی ذر رضی الله عنه که انزل علیه 50 صحیفه، میگه سریزی 50 صحیفه نازل شده. و همچنان دوم پیغمبری که در حدیث بر ما معرفی شده یوشع ابن نون است. ابی هریره رضی الله عنه یک حدیث میفرمه که پیغمبر علیه السلام فرمود غزا نبی من الانبیاء، یک پیغمبر از انبیاء علیه السلام جهاد کرد، فقال لقومه، برای قوم خود چی اعلان کرد،
همراه ما کی در جهاد بره؟ اولی گفت لا یتبعونی رجولن، قطعا ما یک جای نشوه، پشتی سر ما نبیا شخصی که ملک بزع امراتن، که در اختیار گرفته یعنی در ملکتش داخل شده چیست؟ شرمگاه یک زن، یعنی خواستگاری کرده یک زنه او توی کده یک زنه، و هو یرید ای ابنی ابی ها، و ای اراده داره که او را توی کنه، خود تعالی را و لما یبنی تعالی را بنا نکرده، یعنی عروسی نکرده، او تو رادم قطمه نروه در جهاد. ولا آخرو دیگه کس نروه قد بنا بنیانن که یک تعمیر جور کرده، خو لما یرفع سقفه ها چت سرش ننداخته بامیشه ننداخته، او تو رادم هم قطمه در جهاد نروه. ولا آخرو دیگه کس هم نروه، کدام نفر؟ قدش ترا غنمن او خلفاتن، که او خریده گوسفنداره یا شطرایی که حامل است، و هو منتظر ولاده ها، ای انتظار چوچه های زوره داره، او تر آدم هم قطمه در جهات نروه. قال پیغمبر لیسان گفته فغزا، پس اینمی پیغمبر جهات کرد، فعدنا للقریه، نزدیک شد یک قریه، حین سوالات العصر زمانی که نماز دیگر بود، او قریبا من ذالک، یویسته که قریب به اینمی دیگر بود. فقال للشمس، آفتاب مخاطب قرار دادمی پیغمبر، با آفتاب خطاب میکنه، میگه انت مامورتون، تو مامور استی از جانب الله، حرکت تو به زیر اختیار الله است، و تو مامور استی که غروب بکنی، و انا مامور، من مامور استم که جهاد بکنم. بعد از دعا کرد اللهم احبسها علی شیئا، یا الله یا آفتاب یک کمی درنگ بده، یعنی نگاه کشه بالای ما تا که ما جهادم تکمیل شود. فحبست علیه، ای پس چی شد؟ بند شد، یعنی آفتاب از حرکت مند و امیتور وقت باقی مند، حتی فتح الله علیه، تا ای که سری پیغمبر الله امو قریه را یا امو منطقه را فتح کرد. آلی ای چرا پیغمبر است؟ به خاطر که در یک حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام اینجا نامیشه نگرفته بود، تنها گفته بود نبیم من الانبیا، اما در حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام میگه این الشمس لم تحبس، آفتاب بند نشده الا لیوشع، مگر به یوشع، لیالیا، ای در شبهایی که سار الی بیت المقدس، او در بیت المقدس میرفت در اونجا بند شده. پس او افواهاتی که مردم برای علی را دلانهو میکنه که برای علی را دلانهو آفتاب چی شد؟ بند شد. ای گب قطعا چیست؟ غلط است. همچنان در یک وقت ما در جنگ نامه سعی کرده بودم در جمله صفتهای عمر را دلانهو، گفت خیاطی میکد پشتش سوخت، زمانی که پس سعی کرد آفتاب یک دم شب شد، مردم ها چیغ و چیغرانش بر آمد، دویدن پیش پیغمبر علیه السلام که یا رسول الله چی گپ شده. او وقتی که جویا شد جبریل امین رسید که پشت عمر رو خیلی سخت، که نظر کرد آفتاب یک دم سیاه شب شد. گپ پای واهیات مردم ذکر میکنه و این گپ نادرست است. چرا اینجا پیغمبر علیه السلام به صیغه حصر، یعنی به کلمات حصر بیان کرد که آفتاب بند نشوده برای هیچ کسی غیر از کی؟ یوشع ابن نون. و اونجا در حدیث دیگه امو پیغمبر که معرفی کرده بود که دعا کرده بود که آفتاب برم بند شوه، معلوم شد که امی یوشع ابن نون است. در مورد ذوالقرنین علما اختلاف داره که آیا او هم از جمله پیغمبران هست یا نیست. از امو خاطر بعضی میگه که پیغمبر نیست، لیکن راجح قولی است که یام پیغمبر است، به خاطر که الله متعال برش فرمان میده قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان چیست تتخذ فیهم حسنا، یا دم قومایی که حرکت کرد رفت در اونجا الله اختیار برش داده، یا تو برای یا عذاب بده و یا است که در بین از یا تو از روش نیک کار بگیری. از امو خاطر میگه این خطاب همیشه برای پیغمبر میشه، برای کسی دیگر نمیشه. از امو خاطر ابن حجر رحمه الله میگه که از عبدالله ابن عمر امی نقل شده که بلی پیغمبر است، و ظاهر قرآن کریم هم امی قسم تایید میکنه، و همچنان تنها علی را دلان هسته که میگه او پیغمبر نبود، کسی دیگری که در نبوت شک است تبع است، چرا که در قرآن کریم ذکر از او شده. الله متعال میفرمه اهم خیرن ام قوم تبع، آیا یا بهتر استن مشرکین مکه یا قوم تبع؟ والذین من قبلهم و کسانی که پیش از یا بود، اهلکناهم انهم کانوا مجرمین، ما و را هلاک کردیم به خاطر که وا مجرم بودن. از امو خاطر در اینجا قوم تبع ذکر شده. در جای دیگه میگه کذبت قبلهم قوم نوح، پیش از یا قوم نوح هم تکذیب کرده بود، دعوت پیغمبران را قبول نکرده بود، و اصحاب الرس، اصحاب رس، رس امو چای بود، کدام چای که دهنش پخته نشده باشه او را رس میگه.
یعنی اصحاب چا و سمود سمودیا و عاد عادیا تکذیب کرده بودند و فرعون تکذیب کرده بود و اخوان لوط برادرای لوط و اصحاب الایکه صاحبان جنگل قوم شعیب علیه السلام هم تکذیب کرده بودند و قوم تبعین قوم تبع تکذیب کرده بود کل کذب الرسول هر کدام پیغمبر را تکذیب کرد فحق علیه وعید عذاب الله سرش آمد. در این آیت ها کلمه تبع ذکر شده. آلی علما یا مفسرین در موردش اختلاف داره. بهتر ایسته که در امر ذوالقرنین و تبع زیادتر مفسرین قائل بیسته که توقف کرده شوه. از پیغمبر علیه الصلاة و السلام در حدیث صحیح ثابت نشده. بلکه از خودی پیغمبر علیه السلام ایتور آمده. ما ادری اتبع نبیا ام لا. که تبع پیغمبر هست یا نه و ما ادری ذوالقرنین نبیا ام لا نمیدانم که ذوالقرنین پیغمبر هست یا نه. پس وقتی که پیغمبر علیه السلام توقف کرده با ما خیلی مناسب است که ما هم توقف بکنیم. شخص دیگری که مشکوک است در نبوتش اختلاف علما وجود داره مفسرین خضر علیه السلام است، بنده نیکی که موسی علیه السلام در پیش از او سفر کرده برای آموختن علم. الله متعال در سوره کهف قصه از او را آورده. اونجا الله متعال توصیفش کرده فوجدا عبدا من عبادنا، یافتن موسی علیه السلام و شاگردش یک بنده از بنده های ما، آتیناه رحمتا من عندنا، که ما رحمت از جانب خود برش داده بودیم، و علمناه من لدنا علما، ما از جانب خود برش علم داده بودیم، علم تکوینی را. لیکن مفسرین قول نبوت یزیر ترجیح زیادتر میده. چرا؟ بخاطر که اگر این پیغمبر نباشه مناسب نیست که موسی علیه السلام واره شخصیت که پیغمبر است براده برای تعلیم از او، یعنی از او چیزی را یاد بگیره، و همچنان اموری را که انجام داده در آخر زمانی که کلی مسائل میکنه و موسی علیه السلام سر از او انکار میکنه که چرا این کار کردی این کار کردی، دیگه اونجا امی خضر علیه السلام خودش بیان میکنه که ما این کارا را از طرف خود نکردیم بلکه کلش از جانب الله متعال است. چرا او میگه رحمتم من ربک، این رحمت از جانب پروردگاری تست که مرا علم داده، و ما فعلته عن امری، ما از طرف خود یا از اختیار خود کار را نکردیم، یعنی این از جانب الله متعال بر ما امر شده وحی شده. پس وحی که برای کسی بیاید او دیگه چی پیغمبر میباشه. از او خاطر قول راجع در مورد خضر علیه السلام ایستا که او پیغمبر هست. آلی ما آیا پیغمبری را به کسی بدون دلیل ثابت کرده میتونیم؟ قطعا نه. چرا؟ به خاطر که اگر در روایات اسرائیلی در کتابای دیگه آمده باشه ما او را نه تکذیب میکنیم نه تصدیق، و جز از او انبیایی که در قرآن کریم نامایش بر ما گرفته شده او را ما ثابت میکنیم، هیچگاه انکار کرده نمیتونیم. پس از او خاطر است که در مورد سه نفری که اونجا میگه در سوره یاسین میگه یا قاصدای عیسی علیه السلام بود، لیکن اونجا علما قول راجح این میکنه که وام انبیاء علیه السلام بوده نه قاصدای عیسی علیه السلام که بچه مریم بیبیسته. به هر ترتیب تا وقتی که سند و دلیل صریح برای اثبات نبوت یک پیغمبر ثابت نشده باشه نمیتونیم که کسی را ما پیغمبر بگویم. پس یک تعداد مردمی که نعوذ بالله بودا را پیغمبر معرفی میکنه، یا کلان هندوا را پیغمبر معرفی میکنه، یا زردشت پیغمبر معرفی میکنه، این گپا قطعا سند نداره، گپی غلط و نادرست است. چرا؟ به خاطر که دلیل بالای نبوتشان پیش ما وجود نداره. این بود موضوع ما و شما که عدد انبیاء علیه السلام چقدر است و این در کجا آمده. موضوع دیگر ما باقی مانده که انشاءالله عصمت انبیاء علیه السلام و معجزات پیغمبران علیه السلام است، و یک موضوع خیلی مهم دیگه که در مورد خضر علیه السلام یعنی حیات پیغمبرا که کدام پیغمبرا زنده است، این موضوع جالب است به خاطر که اکثر مردم ها از اون ناحیه نعوذ بالله دروغگویی را شروع کرده، مردم فریب داده، او موضوع را ان شاء الله بحث میکنیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. كتي هر آيه بينم زرحمت سايه هر دم پناهم ميدهد از آتش پنهان من قرآن گرفتم سوختم لب راز حیرت دوختم لب راز حیرت دوختم.